در این قسمت میخوایم راجع به تقسیم اعداد عشاری با هم صحبت بکنیم. تقسیم اعداد عشاری یکی از پیچیده ترین عملیات هاییه که تو قسمت عشاری مطرح میشه و اکثر ایرادات بچه ها تو همین قسمته. بنابراین خواهشی که دارم تمرکز بسیار بالا و حل کردن مثال با بنده، پیشنهادی که همیشه بهتون دارم حتما خودتونم بچه با من مثال ها رو حل بکنید. تقسیم اعداد عشاری خیلی بحث چالشیه، خیلی از بچه ها ایراد دارن، بنابراین تمرکز و توجه بسیاری میخواد. تقسیم بندی هایی که واسه تون انجام دادم، دسته بندی هایی که اینجا شده، روش هایی که گفتم کاملا مهمه و به صورت جامع همه مباحث این فصل رو توی بحث تقسیم پوشش داده شده، بنابراین توجه کامل رو داشته باشید. اولین چیزی که میخوام راجع به تقسیم اعداد عشاری بگیم، تقسیم اعداد عشاری از طریق تبدیل به کسره. قبل از اینکه اصلا وارد بحث تقسیم بشیم، بذار بگیم آقا همون جوری که ما ضرب اعداد عشاری رو از طریق کسر تبدیل به کسر انجام میدادیم، تقسیمش هم میتونیم انجام بدیم. چه جوری؟ میاد میگه برای تقسیم اعداد عشاری میتوان آنها را به کسر تبدیل کرده و سپس تقسیم را به صورت کسری انجام داد و در آخر نیز پاسخ را مجددا به صورت عشاری نوشت. دو تا عددتون رو کسری میکنید، تقسیم کسرها تو قسمت کسر رو توضیح دادیم، تقسیم میکنید و جواب رو به دست میارید. اما توجه کنید عددی که به دست آوردید کسریه، ما عددی که میخوایم چیه؟ عشاریه. باید تبدیلش کنید به عدد عشاری. بریم سراغ سوال ببینیم چجوریه. به عنوان مثال 4.2 تقسیم بر 7 چیکار میکنیم؟ 4.2 عدد عشاریه، کسریش کنید. 7 هم عدد صحیحه، اونم میتونیم کسری بکنیم. میگیم 42 تقسیم بر 7 1، تبدیل عدد عشاری به عدد کسری. 4.2 میشه 42. بچه هایی که قسمت قبلی مشاهده کردن میدونه. 7 هم که می‌نویسیم 7 1. حالا تقسیم دو تا عدد کسری چجوریه؟ چیکار باید بکنیم؟ کسر اول رو نگه می‌داریم، تقسیم رو می‌کنیم ضرب و کسر دوم رو معکوس می�کنیم. یعنی چی؟ یعنی 42 ضرب در 1/7. ببینید 7 1 شد 1/7. آیا ساده میشه؟ بله. 7 با 42 ساده میشه، میشه 6/10. جواب نهایی ما میشه 6/10، اما کسریه. من چی میخوام؟ من باید عدد عشاری به دست بیارم. 6/10 رو چجوری عشاری مینویسم؟ به راحتی 6/10. یعنی ما تونستیم حاصل تقسیم دوتا عدد رو، حتی دوتا عدد عشاری، حالا اینجا یکی از عددمون عشاری نبود، ولی دوتا عدد عشاری راحت میتونیم با توسط تبدیل به کسر جوابشو به دست بیاریم. یه مثال دیگه، 56/100 تقسیم بر 8/10. خودتون بچه شروع کنید به حل کردن. عدد اول رو کسرش بکنید. 56/100 چی می نویسیم؟ 56/100. 8/10 چی می نویسیم؟ 8 به روی 10. علامتش چیه؟ تقسیمه. تقسیم چجوری بود؟ کسر اول رو نگه دارید، بنویسید 56/100، تقسیم رو بنویسید ضرب و 8/10 چیکار کنید؟ معکوسش کنید، بنویسید چی؟ 10/8. همین کاری که من اینجا کردم، 56/100 ضرب در 10/8. آیا صورت ما مخرج ساده میشه؟ بله ساده میشه. 10 با 100 ساده میشه، یه 10 تو مخرج میمونه، صورتمون میشه 1 و 56 هم با 8 ساده میشه. 56 میشه 7، 8 هم میشه 1. چی میمونه کلا از کسر ما؟ 7 به روی 10. 7/10 چجوری عشاری مینویسم؟ همونطوری که میخونم، 7/10. جواب تقسیم دو تا عدد عشاری از طریق تبدیل به کسر به دست آوردیم. این اولین روش قبل از این که اصلا وارد عملیات تقسیم بشه. اینو پس در نظر داشته باشیم. اما حالا بریم سراغ تقسیم. تقسیم اعداد عشاری یه روش کلی داره. روش کلیشو میخوایم بهتون بگیم. چیه؟ میگه قبل از پرداختن به تقسیم اعداد عشاری به ارکان تقسیم میپردازیم. بچه ها تقسیم 4 رکن داره، یعنی 4 قسمت عمده داره که باید بلد باشیم. چیه؟ یه مقسوم داره، یه مقسوم علیه داره، یه خارج قسمت داره، یه باقی مانده. اینو همه بچه ها باید مسلط باشن. هر تقسیمی این 4 رکن رو داره، 4 پایه، 4 اصطلاح، 4 جایگاه. یعنی این عددی که اینجا قرار میگیره مقسومه، عدد مقسوم علیه، خارج قسمت و باقی مانده. درسته؟ اینو حتما بچه ها تو ذهنتون داشته باشید. اگر میخوای موفق باشی تو تقسیم اعداد، تو پاسخ دادن به سوالات مفهومی، حتی بخوای موفق باشی باید این شکل تو ذهنتون باشه. اما یه نکته ای هم داره، تو هر تقسیمی، تو هر مرحلهش باقی مانده از مقسوم علیه کوچیک‌تره. باقی مانده از مقسوم علیه کوچیک‌تره تو هر مرحله. بعدا تو مثالمون اگه دیدید تست بکنید، حتما اینجا یادتون باشه. ببینید تو هر مرحله باقی ماندهمون آیا از مقسوم علیه کوچیک‌تر هست یا نه. اگه دیدی یه جایی تو تقسیمت باقی مانده از مقسوم علیه بزرگتر شد، بدون تقسیمتو داری اشتباه میری.
همیشه باید باقی مونده از مقسوم علیه کوچیک‌تر باشه. اما تقسیم اون چی میگه؟ میاد میگه هیچگاه مقسوم علیه نمیتواند اعشاری باشد و اگر این گونه بود بایستی اقداماتی رو انجام داد. حالا کم کم داریم میریم سراغ تقسیم اعداد اعشاری. بچا میگه تو مقسوم علیه، دیدید مقسوم علیه کجا بود؟ میگه تو مقسوم علیه نمیتونیم اعداد اعشاری قرار بدیم. نه که نتونیم، میتونیم قرار بدیم، ولی جوابشو به دست آوردن برای ما سخت میشه. بنابراین وقتی دیدیم مقسوم علیه اون عدد اعشاریه، باید یه سری کارا روش انجام بدیم که به مرور بهش میپردازیم. کاملا توجه اینجا میخوایم شروع کنیم تقسیمو. نگاه کنید، میگه تقسیم اعداد اعشاری دو حالت وجود داره. یک، تقسیم اعداد اعشاری بر عدد صحیح. یعنی چی؟ مقسوم علیه عدد چیه بچه ها؟ صحیحه، چون میگه عدد اعشاری تقسیم بر عدد صحیح شده. مقسوم علیه حتما عدد صحیحه تو این حالت. حالت دوم، تقسیم اعداد صحیح و اعشاری بر عدد اعشاری. در این حالت مقسوم علیه عدد صحیح نمی باشد، یعنی عدد صحیح نیست. خب حالا بعد اینجا چیکار کرد؟ تو هر کدوم از این دوتا حالت اتفاقاتی که باید رقم بخوره متفاوته، باید حواسمون جمع باشه. شروع میکنیم مرحله به مرحله بهتون میگیم. حالت اول، تقسیم عدد اعشاری بر عدد صحیح. تقسیم را مانند تقسیم‌های عادی انجام می‌دهیم، با این تفاوت که از محل ممیز در مقسوم خطی عمودی را از بالا به سمت پایین رسم می‌کنیم. هرگاه در انجام عملیات تقسیم از خط عمودی عبور کردیم و از اولین رقم بعد از خط عمودی استفاده کردیم، در خارج قسمت ممیز قرار می‌دهیم. خب میگه می‌خوای تقسیم انجام بدی؟ تو مقسومت، مقسومت تو این حالت چیه؟ عدد اعشاریه. میگه زیر ممیز دیگه خط عمودی بکش پایین. هر وقت خط رو رد کردی تو خارج قسمت ممیز بذار. این چیزیه که اینجا داره میگه. تو مثال حتما یادتون باشه اینو رعایت کن. و بعدش بریم تو مثال ببینیم چه اتفاق میفته. میگه 74 ممیز 16 تقسیم بر 6. مقسوم علیهمون بچه ها عدد اعشاریه؟ نه، عدد صحیحه. اصلا این حالا که داریم مطرح میکنیم چیه؟ مقسوم علیهمون عدد صحیحه. یعنی اگه دیدی مقسوم علیه عدد صحیح، از این همین حالت اینجا استفاده میکنیم. مقسوممون چی؟ اعشاریه. چیکار میکنیم؟ اولین کار یه خط از زیر ممیزمون به سمت پایین میکشیم. چرا؟ چون هر وقت این خط رو رد کردیم یه ممیز تو خارج قسمت بزنیم. پس شما هم حواستون جمع باشه. شروع میکنیم به تقسیم انجام دادن. چیکار کنم؟ یک میذارم، یه 6 تا 6 تا 7 منه 6 باقی مونده میشه چی؟ میشه 1. یه دونه 4 رو میارم کمکش. بچه همینجا، همینجا قشنگ توجه کنید، باقی مانده من چی شد؟ شد 1. خیلی مهمه این نکته که دارم بهتون میگم، شاید مهمترین نکته ای باشه که بچه ها تو تقسیم باش مشکل دارن. باقی مانده 7 منهای 6 شد 1. من چی آوردم؟ 4 رو آوردم کمکش. فقط توجه کنید، من فقط حق دارم یک رقم از بالا بیارم پایین. نمیتونم هم 4 رو بیارم مثلا بگم خب بذار حالا من یک دیگه هم از یه رقم دیگه هم بیارم. فقط و فقط و فقط تو هر مرحله ای حق دارم یه رقم از بالا کمک بگیرم بیارم کنار باقی ماندم. اینجا هم همین کارو کردم، باقی ماندم 1 بود، 4 رو آوردم کمکش. چی شد؟ شد 14. حالا چه رقمی بذارم؟ 2. 2 6 تا 12 تا 14 منهای 12 2. خب فقط و فقط حق دارم یه رقم بیارم، یکو از بالا آوردم کمکش، درسته؟ شد 21. اما خطم چی شد؟ رد کردم. بنابراین بعد اینجا حواسم باشه چیکار کنم؟ یه ممیز قرار بدم. 21 6 چند 6 تا میشه؟ 21. چه رقمی بذارم؟ 3 6 تا میشه 18 تا، ولی پشتش باید ممیزم رو قرار بدم. به محض اینکه من خط عمودیم رو رد کردم، باید تو خارج قسمت ممیز قرار بدم. ادامه میدیم، 3 6 تا 18 تا باقی مانده، 21 منه 18 میشه 3. 6 رو از بالا میارم کمکش، یه رقم از بالا آوردم کمکش، 36 صدم. حالا کاری به صفر پشتش هم ندارم. 36 به 6 چی میشه؟ 6 ضرب در 6 میشه 36. تفریق بکنیم جوابمون میشه 0. باقی مانده اونم برابر شد با عدد 0. خارج قسمت من برابر چی شد؟ 12 ممیز 36 صدم. با همین روش من تونستم یه تقسیم اعشاری انجام بدم. فقط توجه، این روشی که من بهتون گفتم چیه؟ مقسوممون عدد اعشاری بود، مقسوم علیهمون عدد صحیح بود. پس حتما دقت داشته باشید که تو چه حالتی داریم سپری میکنیم، کجای کاریم. اگه مقسوم علیه من عدد صحیح نبود، باید قبلش یه سری اقدامات انجام میدادم. بریم سراغ ادامه درس ببینیم به کجا میرسیم. نکته، در این تقسیم ها تعداد ارقام اعشاری خارج قسمت و باقی مانده با تعداد ارقام اعشاری مقسوم برابر است. بچه ها
همینجا استاپ کنید، خودتون برگردید مثال قبلی رو نگاه کنید، تعداد ارقام اعشاری خارج قسمت چند رقم بوده؟ برید نگاه کنید تعداد ارقام باقی مانده، تعداد ارقام اعشاریشا نگاه کنید ببینید چند رقمه، تعداد ارقام اعشاری مخصوممون هم نگاه کنید ببینید چند رقمه، میبینید همشون با هم برابره. تو مثال قبلی برید نگاه کنید همش دو تا رقم اعشاری داشت، پس همشون دو رقم اعشاری داشتن. این نکته بسیار مهمه، معمولا تو سوالات مفهومی هم مطرح میشه. بریم سراغ حالت بعدی، تقسیم اعداد صحیح و اعشاری بر اعداد اعشاری. یعنی چی؟ یعنی مقسوم ما اینجا یه عدد اعشاری، مقسوم علیه اون یه عدد اعشاریه، درسته؟ مقسوم ما میتونه اعشاری باشه میتونه صحیح باشه، واسه ما مهم نیست. مقسوم علیه بچه واسه ما مهمه، مقسوم علیه ما تو این حالت یه عدد اعشاریه. خب چیکار باید بکنیم؟ ابتدا بایستی مقسوم علیه رو از حالت اعشاری خارج کرد، سپس مانند حالت قبل تقسیم رو انجام داد. اولش یادتون میاد من چی گفتم؟ گفتم بچه‌ها مقسوم علیه نمیتونه اعشاری باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوایم عملیاتش رو انجام بدیم باید چیکار کنیم؟ از حالت اعشار درش بیاریم. مقسوم علیه، بچه‌ها یادتون باشه، مقسوم علیه باید از عدد از حالت اعشاری خارج بکنیم. نگاه کنید نکته، برای خارج کردن مقسوم علیه از حالت اعشاری بایستی آن را در اعدادی مانند 10، 100، 1000 و یا غیره ضرب نمود. توجه شود هر عددی را که در مقسوم علیه ضرب کردیم بایستی در مقسوم نیز ضرب کنیم. توجه کنید تو قسمت‌های قبلی حتما برید مشاهده بکنید، من ضرب اعداد اعشاری در 10، 100 یا 1000 به بچه‌ها گفتم، گفتم با نگاه کردن شما میتونید جواب بدید. اگه یه عدد اعشاری رو در 10 یا 100 یا 1000 تقسیم ضرب بکنیم یا تقسیم بکنیم به راحتی تو چند ثانیه شما میتونید جواب بدید. اینجا اومده چی گفته؟ گفته مقسوم علیه عدد اعشاریه. میگی بله. میگه خب کاری نداره، چیکار باید بکنیم؟ مقسوم علیه تو از اعشار خارج کن. میگی خب چجوری خارج کنم؟ میگی ضرب در 10 یا 100 یا 1000 بکن، از اعشار خارجش بکن. میگی مقسوم هم واسه هم مهمه؟ میگه اصلا واسه مقسوم مهم نباشه، فقط مقسوم علیه برات مهم باشه. نگاه کنی یه نکته دیگه هم اینجا مطرح میشه، میگه وقتی مقسوم و مقسوم علیه رو در یک عدد ضرب کردیم خارج قسمت تغییر نمی کند ولی باقی مانده در آن عدد ضرب می شود که پس از انجام تقسیم برای به دست آوردن باقی مانده واقعی باید باقی مانده به دست آمده را بر آن عدد تقسیم نمود. این دو تا نکته ای که گفتم کاملا مد نظرتون باشه، بهتون پیشنهاد میکنم بعد از مثالمون که حل کردیم برگردید این دو تا نکته رو دوباره مشاهده بکنید، میفهمید که کجای کار خیلی اساسی بوده که ما اینجا بهش اشاره کردیم. بریم سراغ مثال. میگه حاصل را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت به دست آورید. 32.25 ضرب در 2.14. آها نکنید. مقسوم علیه ما اینجا چیه؟ یه عدد اعشاریه بچه‌ها. تو سوال قبلی مقسوم علیه ما عدد اعشاری نبود. من فقط بچه‌ها نگام به مقسوم علیه. اینو دوست دارم شما متوجه بشید. من سوالم فقط رو مقسوم علیه. نگاهم فقط به مقسوم علیه. الان مقسوم علیه من عدد اعشاریه. چیکار باید بکنم؟ از اعشار خارجش کنم. 2 14 چجوری از اعشار خارج بکنی؟ ضرب در چی بکنیم؟ ضرب در 10 کنم، ضرب در 100 کنم یا ضرب در 1000 بکنم؟ چی میخونه اینو؟ 2 4 10م. پس ضرب در 10 کن. 2 14م ضرب در 10 میکنم. میتونم فقط 2 14م ضرب در 10 کنم؟ نه. من وقتی مقسوم علیه رو ضرب در 10 میکنم مجبورم مقسومم هم ضرب در 10 کنم، چون اون شکلی دیگه تقسیمم به هم میریزه. ضرب در هر عددی خواستید بکنید مقسوم علیهتون رو، مقسومتون هم باید ضرب در همون عدد بکنید. اینجا من ضرب در 10 میکنم. تقسیمم تبدیل میشه به این تقسیم. اونایی که قسمت قبلی رو مشاهده کردن 32.25 اگه ضرب در 10 بشه میشه چی؟ ممیزش یه رقم میاد سمت راست میشه 322.5. 2.14 اگه ضرب در 10 بشه ممیزش یه رقم میاد سمت راست میشه چی؟ میشه 24. سوال، آیا 24 الان اعشاریه؟ نه. درست شد؟ الان با این حرکتی که کردیم مقسوم علیهمون از اعشار خارج کردیم. آقا مقسوم من هنوز اعشاریه، مهم نیست برام، فقط مقسوم علیه برام مهم بود. حالا این حالت تبدیل شد به حالت اولیه من. یادتونه تو تقسیم اولی چه جوری بود؟ مقسوم من عدد اعشاری بود، گفتم چیکار میکنم؟ زیر ممیزش یه خط میکشم. الان هم همون کارو کردم. حالا تقسیم رو ادامه میدیم، شروع کنید خودتونم انجام دادن. 322.5 تقسیم بر 24، میام دو رقم اولش رو جدا میکنم، 32 رو یه 24 تا میشه چقدر؟ 24 تا منها میکنم، 32 منهاش 24 میشه 8، درسته؟ فقط و فقط حق دارم یه رقم از بالا بیارم کمکش، 2 رو میارم کمکش میشه 82. 24 ضرب در چی؟ 3. 3 24 تا میشه چقدر؟ 72 تا. کم میکنم جواب من میشه 10. بچه ها نها کنید خط تو الان دارم رد میکنم، اینجا رو نها کنید. 5 اگه بیام پایین چی میشه؟ خط رو رد کردم. میتونم یه رقم بیارم کمک باقی مانده؟ بله، من حق دارم یه رقم بیارم کمک باقی مانده. 5 میارم پایین ولی خط
عمودیمو رد کردم، بنابراین باید تو خارج قسمت چیکار کنم؟ یه ممیز بذارم. ممیزمو میذارم. حالا 105 به 24 چی میشه؟ 4 ضرب در 24 میشه 96. منهای که بکنم باقی مانده من برابر میشه با عدد 9. حالا خارج قسمت من مشخصه. 13 ممیز 4 دهم. گفته چی؟ سوال من دقت کنید. حاصل را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت. الان من تو خارج قسمتم چند رقم اعشار دارم؟ یه رقم اعشار دارم. چند رقم اعشار از من میخواد؟ دو رقم میخواد. مجبورم چیکار کنم؟ مجبورم یه صفر اضافه بکنم بیارم پایین. خب اینجا الان من به بنبست خوردم، هیچ رقمی دیگه ندارم از بالا بیارم کمک کنم. من گفتم که به اضافه هر تو هر مرحله باقی مانده رو که به دست آوردم یه رقم از بالا میتونم بیارم کمکش. اینجا دیگه رقمی برام نمونده، چیکار میکنم؟ یه صفر قرار میدم میارمش پایین. درست شد؟ الان عدد من چیه؟ 90. میگم چی؟ 3 ضرب در 24 میشه 72. منهای که بکنم جواب باقی مانده‌ام در میاد برابر با 18. درسته؟ حالا اینجا یه نکته مهم وجود داره. خارج قسمت من در اومد؟ بله. تا چند رقم اشار؟ تا دو رقم اشار. سوال همینو میخواست؟ بله. تا اینجا یه کار کاملا درست رفتیم. فقط دقت کنید باقی مانده من الان چیه بچه ها؟ یکی از فواید این خط عمودی که رسم میکنم چیه؟ اینه که یک، هر وقت ردش کردم اینجا ممیز قرار بدم. دو، اینو تا آخر ادامه میدم، این حکم ممیز منو داره، نقش ممیز رو بازی میکنه. الان اگه اینجا ممیز باشه باقی مانده من چی میخونید؟ میخونید 18 صدم. فرض کنید اینجا ممیزه، 18 ممیز پشتش هم صفر، 18 صدم. اما این باقی مانده تقسیم فرعی منه بچه. این تقسیم با این تقسیم یه خورده فرق میکنه. تقسیم رو من اینجا ضرب در 10 کردم، باقی ماندهش تو نکته که اشاره کردم، برید بخونید دوباره. تو نکته که اشاره کردم چی گفتم؟ گفتم خارج قسمت این تقسیم با خارج قسمت تقسیم اصلیم یکیه، کاملا یکی، یعنی این تقسیم انجام بدی خارج قسمتش میشه. اما باقی ماندهش اینجا 18 صدم شده. خب من قبلش ضرب در 10 کردم، دو تا عددم رو مقسوم و مقسوم علیهم رو ضرب در 10 کردم. حالا باید چیکار کنم برای باقی ماندم؟ تقسیم برای 10 بکنم. 18 صدم رو تقسیم برای 10 میکنم میشه 18000. باقی مانده تقسیم اصلی من میشه 18000. درسته؟ خارج قسمت تقسیم اصلی من با خارج قسمت این تقسیمم که یه تقسیم فرعیه خودم درستش کردم برابره، یعنی خارج قسمتم برابره. اما باقی مانده اینجا باید ببینم که من ضرب در چی کردم؟ ضرب در 10 کردم. باید حالا همون روندی که رفتم رو برگردم، یعنی باید چیکار کنم؟ تقسیم بر 10 کنم. باقی ماندم رو هرچی که به دست اومد تقسیم بر 10 میکنم و برابر میشه با 18000. یعنی اگه سوال از من میپرسید باقی مانده اون تقسیم برابر چیه، من باید گفتم 18000 نه 18000. این خیلی تقسیم برامون نکته داره که خواهشی که دارم کاملا هم توجه رو این داشته باشید، خودتون مرور کنید این مثال و نکته قبلش رو مرور کنید، کاملا براتون جا بیفته.